سلام به کانال شری ویلنس، خوش اومدین. امروز میخوایم در مورد استرس و اینکه چه چیزایی باعث میشن بدنمون تحت فشار قرار بگیره صحبت بکنیم. بیشتر افراد آرزو دارن تا بتونن زندگی کاری خودشون رو با زندگی خانوادگی خودشون وقف بدن، اما این امر میتونه به بدن شما فشار وارد بکنه. در بسیاری از موارد افراد دچار درد و گاهی بیمار میشن، این طبیعیه، اما اگه چیزی دائما شما رو آزار میده نباید اون رو نادیده بگیرید. علائمی وجود داره که نشون میده بدن شما تحت فشار قرار گرفته. زندگی متعادل آسون نیست. شما سعی میکنید طبق روال زندگی کنید، اما بر اساس قانون سوم نیوتن هر اتفاقی که قرار باشه بیفته میفته. غلبه بر ناملایمات میتونه افراد رو قوی تر کنه، اما همچنین میتونه به بدن اونها آسیب برسونه. آشنایی به نحوه کار بدن ضروریه، چون وقتی بدن به شما میگه که مشکل داره به شما کمک میکنه. قبل از شروع این ویدیو فراموش نکنید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن رو هم فعال بکنید. حالا بهترین نشانه ها رو با هم بررسی میکنیم تا متوجه بشیم چه چیزهایی باعث میشه بدنمون تحت فشار قرار بگیره. شماره 1، تغییر وزن در شرایط خاص. کنترل وزن ممکنه دشوار باشه، حتی یه رژیم مناسب با ورزش هم گاهی اوقات با شکست مواجه میشه. اگه برنامه غذایی سختی داشته باشید، بدن تولید کورتیزول رو افزایش میده. این هورمون همون چیزیه که چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها رو تثبیت می‌کنه. همچنین از سطح قند شما در جریان خون پشتیبانی می‌کنه. اگه مقدار زیادی از این هورمون تولید بشه، بیشتر می‌خورید و تستوسترون کمتری تولید می‌کنید. به این معنیه که بدن کالری کمتری می‌سوزونه و وزنتون افزایش پیدا می‌کنه. شماره 2، مشکلات پوستی. ممکنه به دلیل استرس بیش از حد، آکنه و سایر بیماری‌های پوستی ایجاد بشه. بین استرس و مشکلات پوستی ارتباط مشخصی وجود داره. شماره 3، روحیه ضعیف. همونطور که قبلا اشاره کردم، استرس باعث تولید کورتیزول بیش از حد تو بدن میشه. اما چیزی که من به اون اشاره نکردم اینه که اینم منجر به افزایش التهاب و خطر بیشتر بیمار شدن بدن میشه. 4، اختلالات گوارشی. تحقیقات ثابت کرده که استرس مزمن میتونه بر دستگاه گوارش تاثیر منفی بذاره. دلیل این اتفاق اینه که استرس باعث خستگی عضلات و فشرده شدن اعضای بدن میشه. داروها میتونن به کاهش درد کمک کنن، اما برای خلاص شدن کامل ازش باید بفهمید چه چیزی استراب شما رو تحریک میکنه. اگه از شر استراب خلاص بشید، دیگه مسئله‌ای به دلیل استرس ایجاد نمیشه. شماره 5، عدم توانایی تمرکز. همونطور که ذهن شما روی کارهای روزمره‌تون تمرکز میکنن، باید از منفی بافی هم دور باشید. ترس باعث میشه که وظایف پیش رو نتونید به سرانجام برسونید، چون فقط روی مشکلات خودتون تمرکز کردید. اگه متوجه شدید که این اتفاق میفته، سعی کنید قبل از انجام برخی فعالیت ها با استرس خودتون مقابله کنید. مثلا برای مقابله با استرس قبل و بعد از کار کمی وقت بذارید. شما نمیخواید با خانواده در خونه باشین و روی اونها تمرکز نکنید. همچنین نمیخواید به دلیل استرس در محل کار خودتون باشین و شاید کاهش قدرت بازدهی خودتون باشید. شماره 6، موهاتون میریزه. یک افسانه قدیمی میگه که اگه استرس داشته باشی موهاتون میریزه. خب این دیگه یه افسانه نیست. تحقیقات نشون داده که استرس مزمن موجب ریزش مو میشه. زمانی اتفاق میفته که استرس موجب ضعف و بی‌حالتی ریشه مو میشه. البته ریزش مو میتونه ژنتیکی هم باشه، پس بهتره با پزشک خودتون مشورت کنید. شماره 7، سردردهای دائمی. دلایل زیادی میتونن منجر به سردرد بشن. ممکنه اشتباه خوابیده باشید یا ممکنه خیلی کم یا زیاد به خواب رفته باشید. سردرد همچنین میتونه ناشی از استرس مزمن باشه. دلیل اینم انقباضات عضلانی در ناحیه سر و گردنه. تا زمانی که بدن شما تحت فشار باشه، سر شما هم به تپش ادامه میده. شماره 8، اختلالات خواب. این یکی از دلایل واضحه در تشخیص استرس. استرس و استراب میتونه منجر به بیخوابی تو بعضی از افراد بشه. دلایل زیادی برای نگران بودن دارن، به طوری که نمیتونن بخوابن، با کمبود خواب نمیتونن عملکرد مناسبی در محل کارشون داشته باشن و هنگامی که به خونه میان ممکنه دمدمی مزاج و حساس باشن که میتونه منجر به مشکلات خانوادگی بشه. قرص های خواب اثری موقتی دارن و وقتی اثر خودشون رو از دست بدن، شما باید تلاش کنید تا از شر استرس خلاص بشید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. اگه از این ویدیو لذت بردین و براتون مفید بوده، حتما لایکش کنین و اینکه کانال ما رو سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن رو هم
فعال بکنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. در ضمن یادتون نره برامون کامنت بذارین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.